Ellos así. سلام آمون. سلام. کجوسی؟ کی؟ آرمان دیگه اونجا. هیچی اونجا لمیده. بیا. نمیخوام. دلش درد میکنه اینجا خوابیده. دلش درد خوش با چم خوبه. چه خبرته؟ هر داره بزرگ این چیه؟ این موبایل یک وسیله ارتباط جمعیه. این چیه توش؟ آه اینم یه اسکرین‌شاته با یک پیشنهاد بیشتر بود. کی فرستاده؟ من نمیدونم. تو نمیدونی؟ نه. تو نمیدونی که فرستاده؟ میدونم. آقا ارتباط شخصی من تو اینستاگرام به شما چه ربطی داره؟ ارتباط شخصی تو اینا رو؟ آره ارتباط شخصی منه. یه جوری میگه اصلا؟ آقا تو خجالت نمیکشی این مسیج رو بدی؟ برای چی خجالت بکشم؟ برای چی خجالت بکشی؟ طلبکاری؟ دختری بیخود کرد چیز شخصی کم بهش دادم برای تو فرستاده. چیز شخصی چی؟ این به من مربوطه، به اینستاگرام من مربوطه. دوباره چه گنگی زدی با کدوم دختر؟ این دفعه تو اینستاگرامه. بده من، بده من. آقا بده ببینه فکر کنه چه خبره. بدم ببینه. آره بده ببینه. بده. نه عجب بی حیایی. من بی حیام یا تو؟ رفته تو اینستاگرام دایرکت میده به فن پیجای من و طرفدارای من که من برادر امینم، بریم کنسرت شب بعدش افتر کن. آقا برادرت هستم یا نیستم؟ این شلوغش داره می‌کنه. اصلا این چیزایی که میگه داره از برادریش با من سوء استفاده میکنه. آره سوء استفاده ای من دارم میکنم. برادر من شما یه نفر برای خودت داری. خب بذار بقیه رو ما استفاده کن. کفران نعمت بی حیا زشت. آقا چه بی حیا. آقا برو هر غلطی میخوای بکنی بکن، واسه خودت بکن. آقا یه جوری حرف زدن انگار داریوشه. هیچم از اون کم نداره، خیلی هم از اون بهتره. آرمان از اینستاگرام من بکش بیرون. امین جان اینستاگرام تو ببند. داره میره رو اعصاب من. دارم میرم رو اعصاب. کسی اعصاب گذاشته؟ به جز آبروریزی کار دیگه ای بلده. امروز هم آبروی منو جلوی فریبرز برده با اون گند جدیدش. اینجوریه؟ خیلی خب منم این خونه رو ترک میکنم که آبروی شما رو نبره و اعصاب شما رو هم پر بکنه. کار شما رو داریوش دنبال بهانه میگرده این. باشه بودو بودو دنبال بهانه بودی شب دوباره از خونه بزنی بیرون. بودو شب شده منتظر تناره دیرت نشه. یه وقت شما بس بریم تو حرف نزن. به خاطر چهار تا دختر که واسه جیغ و سوت و هورا میکشن با برادرت دعوا میکنی. به جای اینکه دستشو بگیر خجالت نکشیدی نیکی کنارت نشسته بود واسه دیگر بوس میفرستادی تو. آرمان به خدا بزنگر. اگر از این خونه پا تو بذاری بیرون دیگه نه آرمان من دیگه بازم همونی بازم بچه سرنامی شما آره اصلا تو را از پرورش شما اصلا بمونید با پسر خوبتون آقا امینتون آقا عدبه آقا با این قبله آقا که کمش میخونه خوب میخونه صده خوب داره منو به درد چی میکنم من اصلا میرم آه چیه دوباره یابوشی تو منو عذاب نده به احترام خودتون نگه داریم بذاریم من برم هر شب باید یه علم شنگه تو این خونه راه بندازی برای روز چپ نمیشه دایی بذاریم من برم من حوصله ندارم نذارین دعوا بالا بگیره بذار من برم حوصله‌ت میارم سر جاش بلد چمنوش فقط برای جفتک بندازی آره چی شده فریده جون هیچی امی یه کلام بهش گفته فنای من توی اینستاگرام بهشون هی دایرکت نده آقا بهش برخورده واقعا خجالت نمیکشی با آبروی امین بازی میکنی چه آبروی چه خجالتی چی میگه بابا شما شو فکر چیکار داره میکنه میره اون بالا میخونه چهار تا آدم بیکارم این پای واسش دست هورا میزنه انگار که اورانیوم داره غنی میکنه بعدم تو میری مخ اون بیکارا رو میزنی تو اصلا به کی رفتی
بچه حلال‌زاده به کی میره؟ به دایش نمیره. پس به کی میره؟ به باباش میره. بفرما هی میچرخونه تا برسونه به بابای آرمان. من آرمان دهنتو ببند. من دهنم نمیبنده، برای چی باید دهنمو ببندم؟ ببین گوگولی آدمت میکنم بالاخره. دایی شما چرا این حرفا رو میزنی؟ آخه تو فضای مجازی آدم کاری نمیتونه انجام بده، اینا اطلاعات ندارن. کاری نمیشه کرد؟ نه کسی کاری نمیتونه، شما میتونی برو انجام بده ببینم چه جوری میخوای انجام بدی. با اون روزم اصلا خودم بگم همین دایی خودمون چند بار تلاش کرد تو فضای مجازی کاری انجام بده نتونست، برگشت به فضای آرمان کجا داری میری آخه این موقعش؟ فرید من دارم به شما میگم جلوشو بگیر نره، شما حلش میدی بره؟ ملش کن بره، دو ساعت دیگه مثل سگ پاسوخته خودش بر میگرد. بر نمیگرد، هر شب یه بهونه میکنه از خونه بزنه بیرون، نمیدونم چرا. کربوزی این آرمان از خود. ببخشید این پادگانه مستقیم برو سمت راست میبینه. خیلی راه؟ نه یه 20 دقیقه. ممنونم. سرکار بیا میرسونم تو مسیره. آقا مرسی هستم. خواهش میکنم. ماشالله چطور بود؟ اصلا مزهشو نفهمیدم از بس تونتون خوردم، خیلی گرسنم بود، صبح تا حالا هیچی نخورده بودم. دست شما در نکنه. نوش جونت. چی شد؟ پسر رو دیدی؟ بله دیدم، میگه خواهرش داره ازدواج میکنه. خب این که خوبه. نما کجاش خوبه؟ خواستگار 20 سال ازش بزرگتر، اصلا به هم نمیان. این فقط داره به این خاطر ازدواج میکنه که بتونه سرپرستی برادرش رو از بهسیستی بگیره، بیارتش پیش خودش. پس میدونه داره چیکار میکنه؟ مطمئن نیستم. فریبرز فری برج اومد سرتو بر نگرد. اوه نذاری بیاد این بر، من رو اینه بیچاره میشم، همه چی به هم میریزه. سرتو بر نگرد، من رفتم. به به سر کمیسر شهر خوش اومدی.
وقتی شما تا این موقع شب بیداری یعنی شهر امنی. شهر امنه؟ من نامنم که زدم تو خیابونا. بگم ابی یه املت جنگلی بزنه با هم بخوریم؟ نه میل ندارم. حالت خوبه؟ امشب به نظر میزون نیستی. یه جوری امیرج. چی شده؟ امشب فهمیدم پیمان تو همین شهره. بعد 28 سال. واقعا؟ پیمان یه لحظه رو موتور دیدمش. مطمئنی؟ یه لحظه اون رو موتور دیدی فهمیدی پیمانه؟ تو اون از 3 سالگی ندیدی؟ الان هم ندیدم. کلا سرش بود. تو حالت خوب نیست. از رو کلا شناختیش. ماجراش مفصله. امشب قراره پیمانو ببینمش. قراره برام بیارنش. به جان خودم اگه امشب فرید اینجا بود میگفتم دهنشو باز کنه آه کنه، ولی نمطمئنم که تا حال این چیزا نیستی. باورت نمیشه؟ نمیدونم، ولی اینو میدونم که تو این چند سال انقدر به این موضوع فکر کردی که هر کسی رو پیمان و لیلا میبینی. ایرج اسم میکنم، اسم میکنم امشب میبینمش. باورت نمیشه ولی اسم میکنم عالم یه جوریه.
الو پرویز چی شد؟ خیلی خوب بگو راضی شد یا نه؟ من از کجا بشناسمش؟ باشه من را میفتم یا میرم. دایم گفت میخوای منو ببینی. پیمان، پیمان تمام این سالا گوشه گوشه شهر دنبال تو و لیلا گشتم، لیلایی که هیچ وقت نفهمیدم چرا رفت. من خیلی ساله میدونم تو هستی، میدونم کجایی، میدونم چی کاره ای، ولی جلو نیومدم چون دوست داشتم. من پر حرفم پیمان، پر سوال. یکم دیر شده واسه حرف زدن. منو دیدی؟ حالا به قولت عمل کن، امیر رو بفرست خونه پیش مادرش آقای پلیس. من 28 سال منتظر برگشتنتون بودم، حالا به همین راحتی نمیذارم بری. من دست نزم. خیلی بزرگ شدی، قدت هم از من بلندتره. میخوام نگاهت کنم، کیف کنم. تو زحمت بزرگ شدن رو من کشیدم، پس بزن اونی که باید کیف کنه کیف کنه. میدونم خیلی ناراحتی، ولی حق نداری راجع من اینجوری فکر کنی. پیمان، پیمان حد اقل برو چجوری پیدات کنم. میخوام لیلا رو ببینم. یه خواستم خودم یه سراغت جا تو بردم دم در آبه. Thank you.
این زنا اونجا زیاده. برو هرچی داریم جمع کن. دست خالی اومدی فریبرز؟ امیر کو؟ کدوم امیر؟ توی قولی به من داده بودی یادت ها؟ من به قولم عمل کردم. تو الان اینجایی، پیمانو نشونم دادی، منم آزادت کردم، اونم فعلا. پیمان اومد پیشم ولی نموند، شاکی بود. به من چه؟ ما یه قراری گذاشتیم، من پیمانو بفرستم تو امیر رو بیاری. پیمانو فرستادم ولی امیر نیومد. من الان لیلا رو میخوام. لیلا رو بده، امیر رو بگیر. بابا عجب آدمی هستی تو. یه نفر گروگان گرفتی، هر کی تو زندگی گم کردی داری باش معامله میکنی؟ الان بگم لیلا چی شده که فرتش سراغ همه کسی کارتو میخوای من بگیری؟ آخرین باری که دیدمت گفتی از زن بچه من خبر نداری، ولی الان که اون گیره همه یکی دارن پیدا میشن. من به این قضیه کاری ندارم. لیلا کجاست؟ من تا بچه رو نبیدم هیچی نمیدونم. لیلا کجاست؟ لیلا مرده. قد بدبختی کشید که روز 6 صبح قرارش واستاد. همینو خواستی بشنوی؟ نباید قبل از اینکه پیداش میکردم میمرد. اون روزی که پیمان رو زد زیر بغلش از خونه تو رفت مرده بود، عین مرده متحرک، تا اینکه روز داغش رو به دل من پیمان گذاشت. پیمان از من متنفره، این تو نگاش دیدم. من 28 سال دنبال لیلا گشتم تا یه سوال ازش بپرسم. چرا رفت؟ باید به جوابش میرسیدی، خیلی وقت داشتی. پرویز به پیمان بگو برگرده، من منتظرم، خیلی باش کار دارم. از امیر چی میشه؟ ای توف تو ذات من کنن که صد بار بهم گفتن به قول پلیس اعتماد نکن. اه صدت در نهید، میخوام یه زنگ به فریبرز بزنم. خواب نباشه. نه الان دیگه باید بره سر کار. خاموشه. خوابه. چه شود اگه یه روزی لیلا پیداش شه؟ چه شود؟ منظر ریشترشو نمیدونم، ولی زلزله میفته تو خانواده صبوری. حالا مطمئنه اونی که دیده بوده پیمانه سر کار نذاشته باشنش؟ نه، یه چیزیش بود، حال غریبی داشت. میگم تو هم خیلی داری بی خود قاطی این مسئله میشی. بی خود ایرج؟ منظورم اینه که اگه یارو پیله کنه بگه تو رو سننه، تو این وسط چی کارشونی؟ چی جواب میدی؟ من خیرم، مددکار اجتماعی هم، میخوام به دوتا بچه که شرایط سخت دارن، پدر مادر ندارن، کمک کنم. ایرادی داره؟ ایراد که زیاد داره، ولی خود دانی. رد نکنی. همین جلوی نگهبانیش وایسا. میگم فراد. بله. مراقب این طرف باش، تو رو با گاوگوسفند اشتباه نگیره. دست شما درد نکنه. چشم. فراد مراقب خودت باش، منتظرت. لباس برات میدم. یه دقیقه بخواهم. چون لباس برات میدم.
آقا ایوب؟ آقا ایوب؟ بگو چی کار داری؟ میشه یه دقیقه کار نکنی؟ نه نمیشه، بگو حرفتو. من از طرف بهسیسی اومدم، مددکارم. میخواستم راجع به اون دختر خانمی که رفتی خواستگاری صحبت کنی. گفتی چی کاره ای؟ مددکارم، نماینده بهسیسی. یه چند تا سوال برای تحقیقات. تحقیقات به خانواده‌اش ربط داره، به شما ربط پیدا نمیکنه. دختر عمو داره، کس و کار داره. تا حالا نگرش داشتین؟ از این به بعد به خانواده‌اش ربط داره. خب آخه اینام یه سری کارهای اداریه دیگه. ما مسئولیت داریم. خیلی خب بپرس. همینجا؟ من نمیتونم اینجا بیام بیرون، واسم ترک کار میزنم. پس من سریع سوالامو میپرسم که زیاد مزاحم کار شمام نشم. شما زن نداری؟ هر مغزمو گارد گرفته زن داشته باشم بیام یکی دیگه بگیرم. اما یه دونش هم سرطانه. خب شما که اینجوری فکر میکنی برای چی میخوای این دختر رو بگیری؟ بعد از اون که زنم به رحمت خدا رفت، بچه‌ها رو بزرگ کرد. الانم یکی میخوام همدمم باشه، تر خوشکم. این دختر 30 سال از تو کوچیک‌تره. میدونم. ثواب داره. این بنده خدا رو هم از بیخونمونی در میارم. شما بچه تو خونه داری؟ بچه هم رفتن. یه پسرم بود. چند سالشه؟ 25 سالش. مرد حسابی، تو یه پسر 25 ساله تو خونه داری، اونم مجرد. بعد اومدی خواستگاری یه دختر 18-19 ساله؟ میخوای ثواب کنی این دختر رو بگی برای پسرت؟ چی میگی تو؟ اومدی تحقیقات یا اومدی فضولی تو زندگی مردم؟ من برم از بهزیستی دختر بگیرم واسه پسرم که تازه یه برادرم داره؟ خب اینجوری که نمیشه. یه پسر جوان با یه دختر جوان توی خونه نه، نمیشه. تو نمیخواد نگران باشی. چشش چپ به چرخونه، با لگد از خونه مینازمش بیرون. بعید میدونم بهزیستی موافقت کنه. به بهزیستی چه ربطی داره؟ دختره عمو داره، زن عمو داره، کس و کار داره. به شما چه ربطی داره؟ ما حرفامونو زدیم، قول و قرارامون هم گذاشتیم. خونه زندگی براش درست میکنم. تمومه؟ اصلا ببینم. تو با این سن و سال راه افتادی واسه تحقیق؟ از تو عاقل‌تر و سن و سالدارتر نبود واسه تحقیقات؟ خوب گوشاتو وا کن ببین چی میگم. این دختره قرار زن من بشه. تو هم آخرین دفعه است که راه میفتی واسه تحقیق. من روی این چیزا غیرتیم. باش، خیلی خوب. حالا اگه تحقیقات تموم شد، یه بار رد زندگیت بذار کارمون برسیم. حالا بازم شما خودت فکراتو بکن. ببین اگه خودت هم دختر بشی اجازه میدادی زنی همچون آدمی بشه باشه ازدواج کنه؟ چه جور آدمی؟ چی میگی تو؟ جرأت داره بری حرفا رو به عموش بزن. عمو راضی، دختر راضی، تو رو سننه. میخوای بزنم جوگندم التقاطی کنم؟ چی؟ بیا برو. بیا برو بچه خوشگل، تو رو سننه، بیا برو. طرز حرف زدنه. سلامتی؟ دختره داره دستی دستی خودشو بدبخت میکنه. من نمیدونم عموی عوضی چطوری رضایت داده به این ازدواج. من نمیذارم زن این یارو بشه. را بیافریم. چش قربان. ببخشید تو هم از کار زندگی تن انداختم. بریم. سیما تویی؟ کجا داری میری؟ دارم در میرم. از دست کی؟ از دست مامانم. چرا؟ امشب میخواد خواستگار بیاد بگه بریم خرید مرید. من اصلا حوصله ندارم. سیما؟ سیما پایینی؟ نه منم مشگان جون. سیما اینجا نیست. واه من الان خودم دیدم تو خونه بود. صدای بسته شدن در رو که شنیدم رفتم پشت پنجره تو حیاط رو دیدم. هنوز تو حیاط نرفته. مگه اینکه این وسط دیگه دزدیده باشنش. نه ترس، اونو هیچ کس نمی دزده. با من کار نداری؟ نه. بیا تو. قربونت نسرین جون، می گرفت دیگه ولم نمی کرد. سیما تو چرا اینجوری میکنی؟ همه خواستگاراتو رد میکنی؟ چون هیچ کدومشون به درد نمیخورم، آدم حسابی نیستم. همشون یه گیری دارم. یکشون دنبال پول بابام، یکشون دنبال اسم خانواده صبوریه، یکشون مثل همین حامد بیشور. چرا اومده سراغ سارا باش نامزد کرده؟ خیلی بی‌انصافی ها. حامد عاشق ساراست. حامد
بیخیال دیگه، اون تابلو دنبال پول بابای منه. تو با این بدبینی هیچ خری نمیاد تو رو بگیره. بهتر نگیره، دنبال همینم. من برم توی خونه دستگیر نشم. برو، ولی اینقدر بابا مامان تو اذیت نکن. چشم. دست درد نکنه نسرین جان، واقعا تو بچه خراب کنی. واسه چی اینقدر دل به دل اینا میدی ها؟ بچه خراب کنه؟ شما سارا رو ببین، منم ببین. سارا رو ایشون تربیت کرده، من شما و بابا. معضل شده یه خودی مثل من. اینه ها، بچه بزرگ کردن. غلط کردم، من دارم میرم. غلطی کردی، ولی کجا میخوای بری؟ باید بریم خونم. برو واسه اومدت خودت خرید کن. به خانواده‌اش هم بگو بیام بگردن یه عروس مناسب واسش پیدا کنی. مشکان، ولش کن. میاد دیگه. من نمیدونم چرا همه مردم وقتی برای دخترشون میخواد خواستگار بیاد از خوشحالی نمیدونن چیکار کنن. من بدبخت باید عذاب بگیرم. خوب حالا پسر تنهایی میخواد بیاد. چرا؟ برای اینکه خانواده‌شون ایران نیستن. خانواده‌شون خارج از کشورن. منم الان کلی کار دارم، باید برم. آره اشکان، باید برم. سلام. سلام. چی شده؟ بکنم سرم خوردم، میرم دوش بگیرم. چرا چشات پف کرده؟ انگار تا صبح گریه کردی. پیمان دیدم دیشب بعد از 28 سال. خیلی بزرگ شده. ای وای، سلام. سلام، خوبی؟ وای، چرا در اینجوری با میکنی؟ ببخشید، چه جوری با کنم در خونه؟ فریده خوابه؟ فریده خوابه. بیدار نشده؟ فکر کن یه درصد این ساعت بیدار بشه. خب، داری میری بیرون؟ با اجازتون. برو، من خودم بیدارش میکنم. چیزی شده؟ نه، هیچی نشد. الو. سلام علیکم. سلام، چطوری؟ سارا جون چرا تصویرتو ندارم؟ الان خوبه؟ نه، تصویرتو ندارم. بهتر شد؟ خوبه، من تو رو میبینم، اب نداره. چطوری؟ قربونت، خوبی؟ چقدر دلمون برای تنگ شده. برو دروغ نگو، تو این چند روز دوبار بیشتر بهم زنگ نزدی. آره، به جون تو انقدر درگیر بودم، صبح تا شب جلسه از این ور به اون ور بود دنبال کارا. ولی خدا رو شکر کلی اتفاقای خوب افتاد. حالا بهت میگم. خدا رو شکر. من سر کارم. حامده. حامده؟ میخوای برم بعدم بیام. آرمانه. آرمانم. چطوری آرمان؟ سلام، چطوری؟ دبی خوش میگذره؟ جات خالی، قربونه، تو خوبی؟ ببین آمارت در اومده ها. دیشب توی دیسکو هتل دیدنت بعد خیال میگی این بغل دستی باور میکنه فکر میکنه ما این کاره ایم. بلکن فکر میکنه همه مثل خودشن. آقا اصلا بیا جامون عوض. من میام اونجا تو شرکت به جای تو، تو بیا اینجا به جای من کار کن. انقدر سرم شروع بوده، کارم سنگین بوده، تو 24 ساعت 2 ساعت میخوام به خدا. ببین شما گیر زده. نه ببین، بهت خوش بگذره، ولی دفعه بعد که رفتی حتما این فامیل ما رو برمیداری با خودت میبری که اینجا انقدر ما گیر نده. خب چشم، خودش نمیاد، بیاد که با هم حتما تو ببرش، تو دستشو بگی ببر میاد. ما هم رفتیم، کاری نداری، خدافظ. چه مگه حرف خصوصی دارید من برم بیرون؟ نه نداری. تلفن باید بزنم. برو قربونت. داره میپیچه. داره میپیچه. برو فدات جان. زنگ بزن. یکم احساسی تر یه بوسی چیزی. خدافظ. خب چیکار کنیم حالا؟ چی میگه آقای نمک؟ من کاری نمیکنم، میگم میخواستم برم چیز جردن گل فروشی، گفتم بهت بگم در جریان باشی. اونا گل دارن، سفارشام تحویل دادم، با شما هم کاری ندارم. من میخوام برم بیرون، کار دارم، گفتم فقط در جریان باشی که اگه وقت دایی ازت پرسید بگو رفته گل فروشی. گرفتی چی شد؟ الو جانم. سلام. برم؟ جلسه داره. کیه؟ برم. مامانت. مامانم؟ کار واجب داری؟ چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ چی خب شده؟ بذار من گوشی برش ببرم. چی
جلسه تموم شد یا نه؟ نه بابا ادامه دارن. ببخشید آقای صبوری، یه چند لحظه لازم دارم صحبت میکنم. آقای مجید شما ادامه بدید. خانم مجید شما بیاد. خیلی ببخشید، تلفن واجبه. واجبه چی؟ میگفتی جلسه داره دیگه. حالا جان فریده چی شده؟ شده پیمانم مجرد باشه یک کاری فون کنم میبینم ایتی سلام. سلام چه خبر؟ هنوز تو همونه. فرید اینجاست؟ بله. سلام. سلام حالا خوبه؟ گفتم آروم بیای، نیم ساعت نیست از شرکت اومدی بیرون. با این خبری که تو یه هایی به من داری اصلا نفهمیدم چطوری خودم رسوندم. دو ساعت تو حمومه، هرچی میرم در میزنم، میگه میام ولی نمیاد. یک ساعت دیدیم بالاخره خودش اومد بیرون. سلام. سلام. ساعت آبگم قربونت برم. نسری من چشمت روشن. بابا چه خبر؟ دو ساعت چپیدی اون تو همون دومادیه؟ دلم میخواست زیر دوش بمونم، حالمو بهتر میکرد. با این خبری که ما شنیدیم باید حالت خوب باشه دیگه. لیلا و پیمانم که پیدا کردی دیگه، قمه چیه؟ اصلا این چه قیافه‌ای با خودت گرفتی من رسابی؟ بعد 30 سال هر که این خبر رو بشنوه شوکه میشه. فریبرز جان میگم یه خورده حواست به نسرین باشه. به خدای نسرین دلش اندازه گنجیشکه. این اصلا درست نیست ها، حالا که لیلا پیدا شده اینجوری خودتو ببازی. بابا این بیچاره 30 سال زنته، خب حق داره نگران باشه دیگه. فریده جان دیگه لازم نیست کسی نگران باشه. چرا؟ لیلا مرده چند ساله، پیمان حاضر نیست منو ببینه. لیلا رفت برا همیشه. نه نه ترسیدم. داداشت همونت؟ نه همراهم نیست. میشه با صحبت بکنیم؟ برای چی؟ همینجوری. نه خب من چی میشه صحبت بکنیم؟ مگه نمیبینی کار دارم؟ همینجوری که کارات انجام میدی با هم دیگه صحبت. مثلا چی بگی؟ مثلا اسم چی؟ خودت اسم چی؟ فریبرز. لیلی سکا داری نخ میدی؟
نخو که شما میدی. کلافا گره خوردم، گرهشو باز میکنم. سریع تمامش کن، اینجا مشتری میاد. لیلی خانم میخوای کمکت کنم؟ زحمت میشه برات. نه اگه میشه کدومانو میخوای؟ زردان قهر. نه بابا چه زحمت، این که چیزی نیست. فقط تا سر بازار چهار. چرا؟ یکی ببینه چه فکر میکنه. بازه شانس آوردن باباش نبود وگرنه من میشناخت. باش هر چی شما یکی بریم. خودت خواستی بیام. فکر نمی کردم بیای. بچه خودتن بود اینجوری می کردی لام اصلا؟ قرارمون چی میشه؟ از من هیچی نپرسید. چرا پرسی لیلا کجاست؟ قبل از اینکه شما چیزی بخواییم بگین من میخوام یه چیز بهتون بگم. چشت روشن برادر زادت پیدا شد. من یه عمره به کسی جواب ندادم. این پسر اگه واقعی نباشه فریبرز میشکن. من تفنگی شدم رو